این تبیین شما من یاد حالا جمله بودا انداخت که میگن نخواه، یعنی توصیه نخواستن میکنه که به رنج نکشیدن منجر میکنه. و اگه بخوام با تبیین شما همراه بکنم این نکته رو، این که اون نخواستن امور رفتنی و زائل شدنی. و بازم میخوام پیوند بدم یه جمله حضرت امیر در خطبه پارسایان داره، متقین داره، قرت عینه فی ما لا یزول، چشم من در اون چیزی که زوال نمیپذیره. اگر روشنی چشم اونها چیزهایی که زوال نمیپذیره. آیا اینجوریه؟ یعنی خواستن، یعنی نخواستن امور زائل شدنی و خواستن امور ماندگار، امور مانا، حالا از جنس شادی های ماندگار، از جنس معنویت ها. در ماه رمضان هم هستیم، حالا اینجا تقارن داره این بس. آیا اینجوریه؟ یعنی خواستن امور ماندنی میتونه ما رو از اون رنج های چیز، رنج های دون و چیز خلاص بکنه؟ والا اینجا باز نکته خیلی دقیقی نهفته شده. البته ببینم تو فرمایش شما هستش، من از شما در واقع نیرو میگیرم، واژه ها رو میگم. این واژه خواستنا رو باید یه خوری تعدیل کنیم. یعنی اون چیزی که شما در اون ارتدوکس بودیزم میبینید انگار مطلق خواستن ها رنجه، مطلق خواستن. اینجوری واقعا نمیشه زندگی کرد. به همین دلیل پیشفرض بودا اینه که اساسا زندگی اینجا سراسر رنج، رنج منفیه. بنابراین رهایی در اینه که بریم و دیگه بر نگردیم، یعنی بریم به همون نیروانا، یعنی جایی که اون روشنایی میاد، اون سکوت خواهش اتفاق میفته فلان. من میخوام بگم یه خورده باید یه خورده اینو تعدیل کرد. یعنی تو گفتهای حضرت امیرم هست، هم تو که فرمودید، یا مولانا هم اینجوریه، دیگران که ببین یه وقت هستش که شما یه خواستایی دارید و منطقی هم از توی اونها هم خوشی زاییده میشه. شما باید خونه داشته باشی دیگه، باید ماشین داشته باشی. نمیشه که بگیم آقا من نمیتونم، مثلا من فرض کنیم من ماشینم نمیخوام، خونم نمیخوام، نمیدونم تغذیه مفیدم، نمیدونم غذای لازم و مفیدم نمیخوام، پوشاکم نمیخوام. اینجور نمیشه زندگی کرد که، این غیر واقعی است، حداقل تو دوران مدرن. امروز اومدن گفتن بهتر آدم یه تعادلی ایجاد کنه بین خوشی و بین خوبی، اون اصطلاحاتی که بعدا به کار بردن، بین لذت و بین معنا. یعنی مشکل اینجاستش که ما این تعادل رو به هم میزنیم. اتفاقا وقتی حضرت امیر، حالا این جمله است، دیدی آقای رفته دنبال ریاضت و گریه و لابه و ناله و زاری و قبر و فلان، بر سرش نهیب زد، گفت تو خجالت نمیکشیم، چه زندگیه؟ در واقع حقیره، در واقع دونیه. تو نسبت به خودت، نسبت به این نعمت جهان، نسبت به زنت، فرزندت مسئولی؟ یعنی کشی رفتی واسه خودش قبری، یک نمیدونم حفره‌ای کندی، من میخوام خودم رو اصلاح کنم فلان، هیچ اعتنایی به زندگی و خوشی‌های زندگی نداری. اینجا جنبه تفریط افرادش هم اینه که ما انقدر میخواهیم، انقدر دنبال این زندگی میدویم، تا آخرش هم میمیریم با رنج. اون شکل تعادل اینه که اتفاقا بخواهیم ولی کنترل شده. میگه این میگه نازنینی تو، فکر میکنم این باشه، ولی در حد خیش، آرزو میخواه ولی اندازه خواه، آرزو میخواه ولی اندازه خواه. زندگی به نظر من با این ذهن محدودم، مطلوب اون زندگی است که آدما میخواهن ولی خاص کنترل شده، خواهش در واقع مرزبندی شده. مرزبندیش تا کجاست؟ تا جایی که خوبی ها رو از بین نبره. خیلی خوبه مثلا دوست دارم من فوتبال تماشا کنم، دوست دارم یه فنجان چای بگیرم، آفتاب رو تماشا کنم، خیلی خوبه، کسی نگفت این بده. ولی این طرف، از این طرف میخوام به یک انسان مثلا توهی دستم کمک کنم، دوست دارم مطالعه کنم، دوست دارم تفکر کنم، دوست دارم سر بر شانه خداوند بگذارم، با او راز و نیاز کنم. این دسته خوبیه، اون دسته خوشیه، خوشی هایی که لطمه به خوبی های شما نزنن. ولی در نهایت اون تکیهگاه اصلی همونی است که بزرگان ما گفتن، یعنی عشق های ماندگار، عشق آن زنده گزین کو باقی است، کس شراب جان فزایت ساقیت. شما اگه یه تکیهگاه قرصی داشته باشی که مطمئن باشی این فرو نمیزه، زوال نمیپذیره، از بین نمیره، اون وقت اینجا میتونید دلگرم باشید و زندگی اخلاقیتون رو سامان ببخشید. و اون زندگی اخلاقی به شما میگه آقا آرزو میخواه ولی اندازه خواه، به خوشی های شما اندازه میده، حد میده. مثل ماهیگیری که میره تو دریا، میگه من مثلا 4 تا ماهی بیشتر نیاز نیست، زودتر برمیگردم، فرصت پیدا میکنم، با همسرم میتونم گفته شنود داشته باشم، طبیعت رو میتونم برم بگردم لذت ببرم، فرصت دارم برای که با خدا صحبت کنم، فرصت دارم برم مطالعه کنم. خوشی های شما لطمه به خوبی هاتون نزده،
اون وقت خوبی های شما منقدر فربه نشده که از شما یه آدم مثلا ریاضت کش منزوی در درون قبر رفته بی اعتنا به لذت زندگی، یه آدم مریض، یه آدم کج، نه موسیقی نه هنر، نه زجان یک چشم جوشان میشود، نه بدن از سبز پوشان میشود. اون ایجاد نشده. این تعادله رو درست کردن ولی البته سخته، گفتنش آسانه. رفتن به این سو در واقع به نظر من شاید اصلا ماه رمضان هم برای همین بوده قصه، که شما بخورید ولی اندازه بذارید برای خودتون، حد بذارید برای خودتون، بخواهید ولی خواستتون در خدمت روحتون، در خدمت فکرتون، در خدمت شکوفایی نفستون بیدار کنه، حالتون رو خوش کنه، نه اینقدر که بیاد دیگه تمام ساحت‌های انسانی ما رو بزنه تخریب کنه و بعد ببینی آخر مثلا اون بگذشت به بی‌حاصلی و بلهوسی. به قول حافظ، ای پسر جام می هم ده که به پیری برسی، چه شکر هاست در این شهر که قانع شده اند پاک بازان طریقت به مقام مگسی. یه مقام مگس اومد تو رو از همه عرصه ها دورت کرد، بی خبر ماندی، عمر رفت. میگه خیز در کاسه سر، فکر کنم درست میگم، آب طربناک انداز پیشتر تا که شود کاسه سر خاک انداز. وقتی که میخوان کاسه سرمون رو به خاک بیاندازن تازه میفهمیم که عمر گذشته و ما چیزی در کف نداریم. بنابراین ایجاد تعادل بین خوشی و بین خوبی، بین لذت و بین معنا، این میتونه به زندگی آدم نشاط ببخشه. اما اصل اینه که یه جا تکیه کنه که بدون این عشق فرو ریختنی نیست، عشق بی‌وفایی نیست، عشق زوال پذیر نیست. اون حقایق ناب و مقب آدم گرمی میده که هم تو این زندگی پاشو بذاره، معاشرت کنه، لذت ببره و هم اصول اخلاقی برای خودش داشته باشه و از آرامش و سکینه نفس هم برخوردار باشه. در طلب زهر رخ ماه رو، در طلب زهر رخ ماه رو می نگرم جانه به بالا، دلم می نگرد جانه به بالا، دلم چادر شب می درد، روز شد و چادر شب می درد، در پی آن عیش و تماشا، دلم در پی آن عیش و تماشا، دلم گر نکنی بر دل من رحمتی، گر نکنی بر دل من رحمتی، وای دلم وای دلم وای دلم.